با نام خدا و با عرض سلام، بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال کاهش نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خبر می دهد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بررسی ها درباره اسناد ارائه شده برخی از نامزدان آغاز شده است و احتمال دارد که اسناد برخی از نامزدان دارای مشکل باشد که می تواند آنها را از فهرست نامزدان حذف کند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات هفتن را به جای کسانی که از عضویت شورای ملی استعفا کرده بودند معرفی کرده است. مسئولان سازمان ملل متحد در افغانستان به برگزاری انتخابات با موقع و شفاف تاکید کردند. این مسئولان میگویند اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تقلب صورت گیرد، نه تنها این سازمان بل تمامی کشورهای کمک کننده آواز اعتراضشان را بلند خواهند کرد. نیلاب مبارز یکی از سخنگویان نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید انتخابات آینده باید با مدیریت و مالکیت افغانها صورت گیرد. وزیر دفاع ملی هشدار داده است که نیروهای ارتش ملی حق ندارند تا در کارزارهای انتخاباتی شرکت کنند. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی در مراسم فراغت ساتلمنان از مرکز تعلیمی ارتش ملی در کابل تاکید کرد که نیروهای ارتش ملی در صورت سهمگیری در کارزارهای انتخاباتی مجازات خواهند شد. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت دو تن از سازمان دهندگان حملات انتحاری از ولایت تخار خبر داده است. در خبرنامه این اداره آمده است که افراد بازداشت شده باشندگان شهر طالقان هستند و در سازماندهی عملات انتحاری و حمله بر پاسگاه های نیروهای امنیتی سهم داشتند. در خبرنامه گفته شده که از نزد این افراد مقدار زیاد مواد انفجاری نیز به دست نیروهای امنیتی ملی افتاده است. قرارداد استخراج حوزه نفتی افغان تاجک دیروز امضا شد. شرکت‌های ترکی، عربی و یک شرکت افغانی برنده‌های استخراج این حوزه تنها نفت را از بلاک‌های مزار و صندوقلی استخراج می‌کنند. ولی بلخ می‌گوید که با استخراج نفت از این حوزه به بیش از 12,000 نفر زمینه کار فراهم می‌شود و نیز انقلاب اقتصادی را در کشور به بار خواهد آورد. بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که در بلاک‌های مزار و صندوقلی 514 میلیون بشکه نفت و 91 میلیارد متر مکعب گاز وجود دارد و نفت را از این دو بلاک شرکت های ملی نفت ترکیه، دراگان اویل امارات و یک شرکت افغانی تا 25 سال استخراج می کند. با آغاز استخراج نفت از این دو بلاک بیش از 12.5% حق الامتیاز به دولت افغانستان پرداخته می شود که بر بنیاد آن تا 25 سال 12 میلیارد دلار به خزانه دولت سرازیر خواهد شد. به گفته والی بلخ، استخراج نفت از این حوزه نفتی سبب می شود تا تحول بزرگ در زندگی باشنده های این ولایت رونما شود. از 12 بلاک حامل دو بلاک شد که 1,000 نفر در ابتدا به کار می افتد و زمانی که برابرداری می شود که این بلاک 12,000 نفر می تواند که شامل کار شود، یعنی 12,000 فامیل امرار مایش کند. شش بلاک حوزه‌ای نفت افغان تاجیک بعد داوطلبی گذاشته شد، اما به گفته وزارت معادن به علت مشکلات امنیتی سرمایه گذاران خارجی حاضر شدند در دو بلاک این حوزه سرمایه گذاری کنند و استخراج نفت از این دو بلاک سبب مسئولیت انرژی در کشور خواهد شد. اول باید چیزی که مصرف در داخل افغانستان است او از زمین کجا پورا شود، مصرف انرژی مثلا مثل گاز و بعد از این اگر ما گاز زیاد یافتیم روز بخیر ما این گاز میتونیم که برای همسایه خود صادر کنیم. حوزه نفتی افغان تاجک دو سال پیش به داوطلبی گذاشته شد و 8 شرکت در روند داوطلبی آن شرکت کردند که از این میان یک کنسرسیوم که متشکل از شرکت های ترکی، عربی و افغانی هستند برنده استخراج این حوزه شدند. و خبر اخیر این که شبکه القاعده با نشر پیام در شبکه های اجتماعی از اعضای این شبکه در لیبیا خواسته است تا شهروندان امریکا و تاسیسات این کشور را هدف قرار دهند. یک عضو ارشد شبکه القاعده از اعضای این شبکه در لیبیا خواسته است تا حملاتشان را بر ضد منافع و تاسیسات امریکا آغاز کنند. این بود فشرده تازه ترین خبرها تا این ساعت. از توجهتان سپاس. خدا نگهدارتان.